مردم آزاد ایران، با سلام و درود بر همه شما. دیروز من از همین طریق اعلام کردم که امروز ساعت 5 بعد از ظهر در میدان آزادی تظاهرات هست، تجمع هست در اعتراض به کشتارهای اخیر و با حکم و با شعار معرفی کردن و محکوم کردن عاملین و عاملین کشتارهای اخیر. اما اجازه بدید در این فرصتی که چند ساعت بیشتر به شروع این تظاهرات مانده چند نکته دیگر اینجا توضیح بدم. من میخوام بگم این تظاهرات مال چه کسانی در جامعه است؟ این تظاهرات متعلق به کیاست؟ بسیاری از شما از این رژیم کشتار و سرکوب به تنگ اومدید، به خفقان اومدید و برای همین هم هست که در این روزهای اخیر، در این هفته‌های اخیر در صفوف میلیونی در خیابان هستید. امروز مشخصا تظاهرات و تجمع در میدان آزادی تظاهرات و تجمع تمام انسان دوستان هست. امروز تظاهرات متعلق به کسانی است که معتقدند مذهب باید از حکومت، از قوانین، از آموزش و پرورش جدا باشه. امروز تظاهرات جوانانی است که یک زندگی شاد، مدرن، امروزی، قرن 21 میخوان و در طی همین روزها از جمله در مراسم کارناوال های شبانهشان با شادی و رقص و پایکوبی دارن اعتراض خودشون رو به این حکومت قبرستانی اعلام میکنن. تظاهرات امروز برای کسانی هست که میخواهند جامعه ایران به قرن 21 برگرده، جامعه‌ای با نهایت تمدن انسانی، جامعه‌ای که اعدام رو بر نمیتابه، سنگسار رو قبول نداره، شلاق رو قبول نداره، حکومت ارتجایی قرون وسطایی رو قبول نداره، جامعه‌ای که میخواد آزاد، برابر، مرفه و مثل انسان زندگی کنه. تظاهرات امروز تظاهرات انسان دوستان هست، تظاهرات انسان‌های آزادی خواه هست، برابری طلب هست، تظاهرات کسانی هست که معتقدن کارگر نباید شش ماه کار کنه و حقوقشو نگیره. حقوق کارگر نباید یک سوم خط فقر رسمی باشه. کارگر باید حق تشکل داشته باشه، حق تظاهرات داشته باشه. تظاهرات کسانی هست که فکر میکنن زندانی سیاسی در اون جامعه نباید وجود خارجی داشته باشه و فکر میکنن زندانیان سیاسی زندانهای جمهوری اسلامی که جز شریفترین، جز آزادی خواهترین و جز قابل افتخارترین افراد اون جامعه هستن باید هرچه زودتر بی قید و شرط از زندان بیان بیرون. تظاهرات امروز تظاهرات کسانی است که تعزیر و شکنجه و قصاص و سنگسار را قبول ندارن، قطع دست و پا را قبول ندارن، چش در آوردن را قبول ندارن، در یک کلام قصاص و تعزیر را قبول ندارن. میخوان سیستم جزایی، سیستم حقوقی، سیستم دادگستری اون مملکت برگرده به قرن 21، سیستمی که درش اعدام ممنوعه، شکنجه وجود خارجی نداره، سیستمی که درش نمیشه انسانها رو به خاطر که به مذهب دیگه متعلقی یا مذهبی نداری گرفت، کش، اعدام کرد. کسانی که معتقدن مذهب امر خصوصی افراده و در جامعه 70 میلیونی ایران باید بهایی، باید شیعه، باید سنی، باید مسیحی و ارمنی و هر کسی که هیچ دینی نداره برابر زندگی کنن. تظاهرات امروز تظاهرات کسانیه که یک حکومت انسانی میخواد، یک جمهوری انسانی میخواد. کسانی که شعارشون هست و حرف دلشون و اعمالشون حتی اگر هنوز به زبون نیوردن این هست که نه دینی، نه قومی، حکومت انسانی، جمهوری انسانی. اگر این حرف رو به زبون نیوردید به زبون بیارید، بگید چی میخواید. میگویند سکوت کنید، میگویند به تکیه و مسجد ببرید، میگویند لباس سیاه بپوشید. این جنبش قبرستانی یک بار دیگه میخوان مبارزه آزادی خانه ما رو به قبرستان ببره. یک بار این کار کردن دیگه بسه، دیگه بهشون اجازه نمیدیم. باید با شادی، بدون حجاب، بدون هیچ نشانه ای که نمادی باشه، نمونه و نشانه ای باشه، از این حکومت قرون وسطایی به خیابان بیاید. من دیروز هم بر این تاکید کردم، تظاهرات ما آزادی خان، تظاهرات ما انسان‌های قرن 21، تظاهرات ما برابری طلبان بی حجابه. نمیشه با حجاب اومد و فریاد زد زن و مرد برابرن. اگر حتی
انتخاب شخصی شما حجابه که با نهایت احترام اینو به رسمیت میشناسیم، در این مبارزه سیاسی توصیه‌مون این هست که بی حجاب بیاید. در این حال یک بار دیگه تاکید میکنم هیچ کس نباید متعرض زنانی باشه که با حجاب در تظاهرات ما شرکت میکنند. انسان دوست بی حجاب هم با حجاب هم کم نداریم. اکثریت زنان ایران به نظر من خواهان برابری آزادی هستند. اجازه بدید هر کسی میخواد در تظاهرات انسان دوستان شرکت کنه شرکت کنه. این تظاهرات تظاهرات کسانی هست که میخوان زندگی انسانی داشته باشن، چه زن چه مرد، چه جوان چه پیر، چه کارگر چه کارمند، چه هر انسان شریفی که میخواد فقط به عنوان شهروند زندگی کنه. جامعه‌ای که ما میخوایم، حکومتی که ما میخوایم انسانی است، به این معنا که معیار ارزش‌هاش، فلسفه سیاست‌هاش انسان و انسانیته. هر کس اجازه بدید هر کس، هر نیروی، هر شخصیتی، حتی اگر تا دیروز عضو جمهوری اسلامی بوده یا فعال جمهوری اسلامی بوده، اگر ذره ادعای انسان دوستی داره اون بیاد تظاهرات ما، ما استقبال میکنیم، ما از اونها دعوت میکنیم. من به خصوص طرف خطابم اون کسانی هستن که به دنبال این حکومت کشیده شدن، خودشون جزء قربانیانن و اونها را در مقابل مردم قرار دادن، یعنی افراد پایینی، سربازان ساده، افراد بسیجی سپاهی که امروز با مسلسل‌هایی که حتی خودشون دلشون نمیاد شلیک کنن، با تفنگ‌هایی که به دستشون دادن که به سینه مردم بزنن، در خیابون‌ها اونها رو به پاسداری از این حکومت جنایتکار واداشتن. فراخوان من این است که اسلحه‌تون کنار بگذارید. امروز در اخبار بود که بخشی از پاسداران این کارو کردن. امیدوارم این خبر موثق باشه، درست باشه و هرچه بیشتر این اتفاق بیفته. استعفا بدید، اسلحه رو کنار بذارید، به این رود خروشان آزادی خواهی و برابری طلبی و انسانیت بپیوندید. مردم مبارز و قهرمان ایران، امروز با تجمع در میدان آزادی، جنبش انقلابی آزادی خواهانه و انسان دوستانه ایران گامی بزرگ به جلو میگذاره. بگذارید هر کس هر جور دیگه خودشو تعریف میکنه، معیار و شاخص آزادی خواهی و ترقی خواهیش ما باشیم. یک بار دیگه همه شما را دعوت میکنم امروز ساعت 5 عصر در میدان آزادی. عزیزان بیننده، صحبت های حمید تقوایی